6 ملاحظه می‌فرمایید که در حال حاضر به علت سیاست نابخردانه مأمور جمهوری اسلامی و به علت ارسال اسلحه برای ایجاد ناراحتی در کشورهای آفریقایی، دیدیم که نیجریه که یکی از بزرگترین کشورهای آفریقا سطح مناسباتش با جمهوری اسلامی به حد اقل رسونده و کشور گامبیا به طور کلی مناسبات سیاسیشو قطع کرده و کشور سنگال هم سفیر خودشو از اونجا احضار کرده. همینطور نشان میده که در رأی گیری در مورد محکومیت ایران برای حقوق بشر در قطعنامه 1929 حتی اون کشورهایی که جمهوری اسلامی به نظر خودش به اونها یه نوعی غیر مستقیم باج میده، کشور اوگاندا و نیجریه و گابون که اینا اعضای غیر دائمی شورای امنیت بودن، اونها رأی به محکومیت جمهوری اسلامی ده و این بزرگترین شکستی بوده که جمهوری اسلامی در این زمینه خورده. و حالا صرف نظر از اون بی‌آبرویی که در سطح جهانی وجود اومده، اینو قبلا هم بنده توضیح دادم، این کاری که جمهوری اسلامی انجام میده مبنای قانونی داره و اونم قانون اساسی جمهوری اسلامیه و در مقدمه قانون اساسی من بارها توضیح دادم اینا مکلف شدن، تکلیف شرعی و قانونی دارن که برن و اسلام رو در همه جای دنیا به اون تعبیری که خودشون معتقد هستن پیاده بکنن. و به همین دلیل هم هست که کنگره همبستگی معتقده که این مذاکرات و صحبت ها در مورد جمهوری اسلامی اینا فقط برای وقت خریدن جمهوری اسلامی و بی ثمره و دنیای غرب هم با اینکه اطلاع داره یا نداره ولی وقت رو تلف میکنه و به جای اینکه بیاد به کمک ملت ایران و براندازی رو انجام بده باز هم با اینها مشغول مذاکره یا به عبارت بی‌ادبیش معانقه با اینها هستش. عرض کنم که مسئله دوم، یکی که اینجا بنده دوم در اسلاید 67 ملاحظه می‌فرمایید، حذف یارانه هاست. حذف یارانه ها یا سوبسید هایی که به کالاهای اولیه معمولا همه جا تعلق میگیره یا لااقل در کشور اینو سابقه داشته، اینها ابتدا اعلام کردن کسانی که میخوان کمک بگیرن یارانه استفاده کنن بایستی مشخصاتشون بدن. یعنی اینها علاوه بر اون کارت ملی که یک عاملی بود برای شناسایی افراد، اینا اومدن از این طریق با پرسشنامه‌ای که درست کردن همه اطلاعات رو جمع کردن، یعنی دیگه افرادی نیستن که یارانه استفاده می‌کردن یا بکنن و بعد مورد شناسایی نباشن. اطلاعات بسیار دقیق افراد، تلفن‌هاشون، آدرسشون، افراد خانواده‌شون، با چه کسانی رفت آمد دارن تمام شد. بعد اینکه شناسایی انجام شد، بعد اومدن این یارانه رو حذف کردن به عنوان اینکه ما می‌خوام دنبال اقتصاد آزاد باشیم و اینه که قانون عرضه و تقاضا بیاد قیمت ها رو تعیین کنه. خب این اقتصاد آزاد که اگر باشه باید همه چی آزاد باشه و انحصار طلبی دولت و انحصار سازمان هایی که مافیاهایی که الان وجود دارن به صورت غیر رسمی اونا باید منتفی بشن. قانون عرضه و تقاضایی در مملکت وجود نداره که اقتصاد آزاد قیمت رو تعیین بکنه. مضافه به این که دولت به عنوان انحصاری درآمد نفت در اختیار خودش داره اگر اقتصاد آزادی و متعلق به همه ملت ایران باشه. اقتصاد آزاد وقتی تعادل رو برقرار میکنه و قیمت مناسب خواهد بود، البته ممکنه همون که قسمت کلاسیکش موجبات ناراحتی برای مردم ایجاد بشه، ولی در بلند مدت خب بر اساس قانون عرضه و تقاضا عمل میکنه. حتی در کشورهای بسیار آزاد دنیا که مثلا دموکراسی هستن و معتقد به اقتصاد آزاد هستن، هنوز هم میبینیم که به خاطر منافع ملی مجبورن یه مقداری از اون ورود بکنن. اقتصادی که در ایران وجود داره اقتصاد به اصطلاح زرافه‌ایه، یعنی نه شطوره، نه گاوه، نه پلنگه، نه اقتصاد آزاده، نه انحصاریه، نه کمونیستیه، نه خلا بزمینن مجموعی همین هست. در واقع این بهترین اقتصادیست که خود خمینی اعلام کرد و اون اقتصاد خره. در اون اقتصاد و مسلمه که همین نابسامانی وجودی در حسرت می هست. یارانه ها
یکی از اون عوامل بسیار مهمی هست که موجب نارضایتی مردم شده و واقعا مردم مستعصر شدن از این کار، به طوری که اطلاع میدن، تلفن میکنن، واقعا منتظر هستن که یه جرقه‌ای به وجود بیاد و همه بتونن اون شورش عمومی مورد نظر انجام بدن. عامل سوم که در استادی 69 ملاحظه میکنی، فقر و بیکاری و گرانیه، که اینم ارتباط به همون بند دو هست و یارانه ها داره، که در استاد 70 ملاحظه میکنید که در ذات این مدت گذشته که بنده توضیحات دادم خدمتون، افزایش فقر مطلق و فقر نسبی 35% بوده. یعنی به طوری که خودشون اعلام کرده بودن، کسانی که فقیر مطلق هستن 20 میلیون بودن، اینا 35% بهشون اضافه شده، در حدود 7 میلیون بری شدن 27 میلیون در ذات مدت کوتاه. دوم، در افزایش درصد بیکاری از 35% به 45% در سطح عمومیه، و در مورد جوانان بیکار که دارای تحصیلات دانشگاهی هستن از 12% به 18% رسیده، جوانان حتی دارای دانشنامه دکتری هستن. سوم، افزایش قیمت ها به صورت سرسام‌آور و تورم شدید بی سابقه در دنیا، 45% تورم سالانه در هیچ جای دنیا سابقه نداره، و در نتیجه قیمت کالاهای اساسی اولیه مثل نان و برنج و گوشت و روغن و شکر و مرغ و تخم مرغ و کره و امثال هم، اینها بین 85% در این مدت کوتاه تا 3 برابر، یعنی 300% بعضی از کالاها اضافه شده. اون مردم فقیر مستعصر ایران، به خصوص اون طبقاتی که بازنشسته هستن، علی‌رغم اینکه با همه تلاششون 3-4 جمع کار میکنن، ولی واقعا در زندگیشون موندن، ما موندن، مستعصر شدن و هیچ راهی ندارن جز اینکه همونطوری که در بند بعدی ملاحظه میکنین در اسلاید 71، اینا برن در کشورهای خارج و پناهجو بشن. یعنی عامل بعدی افزایش پناهجویانه، که این افزایش پناهجویان بیشتر از نظر سیاسیه و بعدم از نظر اقتصادی کردن اشاره کردم، و از همه مهمتر این وضع نابسامان بسیار وخیم پناهجویان در یونان و ترکیه و سایر کشورهاست، و همینطوری که خبر بسیار بدی رو دوستان شنیدن، اون عبارت است از کشته شدن یه تعداد قابل توجهی از پناهجویان که به مقصد استرالیا حرکت میکردن و دریا غرق شدن، و همراه با پناهجویان عراقی و بقیه کشورها که رفتن اندونزی، از اندونزی به استرالیا برن. بعدم ارزش مالیات ارزش بر افزوده اضافه شده که این بنده قبلا توضیح دادم. آقای مسیحی مایی بفهمید چقدر یه وقت مونده؟ 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. برم بله، من خلاصه عرض میکنم، مالیات بر ارزش افزوده موجب نارضایتی بر تمام بازاریا شده، ولی این نکته رو باید اشاره کنم در مورد بنزین استاد 67-76 لطفا نشون بدین، این مسمومیت و آلودگی هوای تهران به هیچ وجه قابل قبول نیست، به خصوص این مسمومیت ناشی از بنزین تصفیه نشده. اینه من توضیح بدم، دولت برای که به